دوستان عزیز، خیلی خوشحالم از اینکه فرصت دیگه ای پیش اومده تا در خدمتتون باشم. سوالی که این بار از ما شده درباره از دست دادن هست و رنج از دست دادن. ببینید، وقتی که ما عزیزانمون رو از دست میدیم، افرادی که برای ما خاص هستن از دست میدیم، ما یک تجربه خاصی از رنج رو داریم. اون از دست دادن برای ما رنجی رو با خودش میاره که اگر ما بشناسیم این مرحله رو که میگذرونیم، هم خودمون وقتی باهاش مواجه شدیم میتونیم راحت‌تر مسئله رو ببینیم و به خودمون کمک کنیم، هم این که میتونیم به اطرافیانمون اگر در طی مسیر رنج هستن بیشتر کمک بکنیم که چطوری مسیر رو طی کنن و راحت بشن و ما چجوری براشون مؤثرتر حضور داشته باشیم. ببینید، معمولا از دست دادن ما به شرایطی میگیم که کسی که برای ما خیلی خاص بوده رو از دست دادیم. به هر شکلی، عمدتا ما به اسم مرگ از دست دادن میدونیم، ولی این میتونه تو شکلهای متفاوت از دست دادن قرار بگیره، مثل از دست دادن رابطه که بعد در موردش صحبت میکنیم. 5 مرحله رو ما معمولا در مرحله رنج کشیدن یا طی مسیر رنج 5 مرحله رو باهاش مواجه میشیم. در اولین مرحله ناخودآگاه ما به کمک ما میاد و با انکار مسئله به ما یادآوری میکنه که میتونی آروم باشی، برای اینکه میخواد ذهن ما رو یکم آروم کنه تا سلامت روانمون رو حفظ کنیم، تا کم کم باهاش مواجه بشیم. اولین مرحله مرحله انکار هست، اینکه اصلا باورم نمیشه که اینطوری شد، یا خودمون رو جدا میکنیم از جمع و منزوی میشیم. و مرحله بعد از اون میتونه مرحله خشم باشه که ما عصبانی هستیم از این اتفاقی که افتاده و چرا این اتفاق افتاده، و مرحله بعد از اون میشه التماس کردن یا معامله کردن با کسی که فکر میکنیم منبع قدرته مثل خدا، یا اینکه حتی ممکنه با خودمون فکر کنیم که اگه یه دکتر دیگه برده بودمش، اگر که عمل کرده بودیم، یا هر چیز شبیه این قصه فرق میکرد. و مرحله بعد از اون مرحله افسردگی هست و در نهایت ما به مرحله پذیرش میرسیم. پس تا مرحله پذیرش رسیدن زمان زیادی رو ما میخوایم برای اینکه برسیم، که این زمان رو شدت رابطه ما و نزدیکی ما به اون فرد میتونه برای ما مشخص بکنه که چقدر زمان میکشه تا اینکه ما بتونیم از این دوره بگذریم، و همینطور میتونه شخصیت ما این رو مشخص بکنه. بیاد داشته باشیم که هر کسی به تناسب فرهنگ، شخصیتش، رابطش، میزان نزدیکیش به اون چیزی که از دست داده یا فردی که از دست داده و شخصیت خودش میتونه رنج رو توی مدت زمان طولانی تر و به شکل‌های متفاوت بگذرونه و همه مثل هم نیستن. ببخشید. و به خودتون فرصت بدید که اگر تجربه میکنید رنجی رو، اون رنج رو همونطوری که هست تجربه بکنید و نخواهیم به دیگری بگیم برای من اینطوری بوده، چرا تو اینطوری هستی، ببین همه ما از این اومدیم بیرون، تو هنوز توش موندی. این میتونه متفاوت باشه و ما به آدم ها حق بدیم که تجربه های متفاوت رو داشته باشن، چون رنج و طی کردن این 5 مرحله که گفتیم زمان مختلفی رو برای افراد مختلف میبره. و البته دقت کنیم که اینها لزوما نمیتونه پشت هم باشه، بعضی ها به شکل‌های مختلف میتونن تجربه کنن اینها رو و مراحل مختلف رو در زمان‌های مختلف تجربه بکنن، یعنی لزوما این 5 تا 1-2-3 نمیاد، میتونن جا به جا بشن. اما این تجربه از دست دادن رو ما به چه چیزهایی اطلاق میکنیم؟ ببینید، اگر که کسی مثلا حاملگی کوتاه مدتی رو داشته و از دست داده، این میتونه رنج از دست دادن باشه براش، دقیقا مثل کسی هست که بچهش رو از دست داده، درکش کنی و نخواهیم ازش خیلی سریع برگرده به شرایط عادی یا بهش بگیم که تو بچه دیگه رو داری ناراحت نباش، یا اینکه حالا بعدن یه بچه دیگه میاری، یا هر چیزی شبیه این. اون پدر مادر و اعضای خانواده حق دارن که سوگواری کنن برای این دوره از دست دادن و ما تو درکشون باشیم و کمکشون کنیم که این مرحله رو بگذرونیم و بهشون حق بدیم که این مراحل رو دارن میگذرونن تا
برسن به مرحله پذیرش. یا حتی ممکنه کسی حیوان خونگیش رو از دست داده باشه، اون حیوان خونگی برای کسی که داره باش زندگی میکنه یک عضو خانواده است، بهش حق بدیم که این دوره سوگواری رو باش بگذرونه. و یا ممکنه کسی از یک رابطه عاشقانه اومده باشه بیرون، این رابطه عاشقانه اگر دراز مدت باشه میتونه این مراحل رو طولانی تر کنه، ولی اگر کوتاه مدت باشه میتونه کوتاه ترش بکنه. یعنی شما میتونید تو مرحله فقط دوستی از رابطه اومده باشین بیرون، ولی همچنان این مراحل رو تجربه بکنید، چون تجربه ای از دست دادن عمیقی هست. به خاطر داشته باشیم که اگر بین تجربه از دست دادن و تجربه رنج کشیدن یک تعادل باشه، ما داریم به شکل سالمی سوگواری میکنیم و درست است، و این فرصت رو بدیم که هر کسی با سرعت خودش از این مراحل بگذره. اما اگر این دوتا با هم هماهنگ نیست، اون زمان حتما از تراپیست کمک بگیریم، که تراپیست هایی که توی همین مرحله رنج میتونن یا گریفینگ میتونن به شما کمک بکنن، بهشون مراجعه کنیم و ازشون کمک حرفه‌ای بگیریم که به ما کمک بکنن تا از این مراحل بگذریم، یا گروه هایی که به این دلایل شکل میگیره توی اونها شرکت بکنیم. ببینید، ما دوره این 5 مرحله رنج رو معمولاً با یه چیزای خیلی کوچیک از دست دادن هم داریم. یعنی شما اگر یه گلدون کاشته باشید، وقتی که میایین میبینید که خوش شده، اولین عکس العملی اینه که نه، باورم نمیشه چرا این مرحله انکاره، و بعد خشمتون میاد، و بعد اینکه اگر من یکم بیشتر به این توجه، اگر آب داده بودم حتما اون روزی که من یادم رفته به این آب بدم، یا بعد میذاشتمش بیرون زیر نور، اینا همه باعث شده که این خراب بشه، تا در نهایت به پذیرش میرسیم. این پروسه برای از دست دادن گلدونمون ممکنه 2 دقیقه طول بکشه، ولی برای از دست دادن عزیز دیگه‌مون ممکنه 2 سال طول بکشه یا 1 سال طول بکشه. در نتیجه نخواهیم آدم‌ها رو به زور از این مراحل بیاریم بیرون، بیشتر بریم توی درک اونها، توی تجربه رنجشون، و کمک کنیم که این مراحل رو بشناسن، درک کنن و با آگاهی به این مسئله راحت‌تر با این قضايا مواجه بشن. اینطوری ما میتونیم هم برای خودمون مؤثر باشیم، هم برای اطرافیانمون. همه ما اگر این رو باور داشته باشیم که با هر تولدی مرگی هم متولد میشه و با هر آمدنی رفتنی هم هست، اون زمان به خودمون این اجازه رو میدیم که این دوره رنج رو تجربه کنیم، و به بقیه هم اجازه میدیم که این دوره رنج رو تجربه کنن. نخواهیم ازشون که 2 ماه از یک چیزی گذشته بخوان رابطهشون رو عوض کنن، حالشون رو بهتر کنن. این اصلا دست اونها نیست، اونها توی این مرحله هستن که دارن رنج میکشن. خب همین رو ما در مورد رابطه هم میتونیم بگیم. ببینید، کسی که از رابطه اومده بیرون، از رابطه جدی اومده بیرون، وقتی که بلافاصله میره توی رابطه دیگه به این دلیل که خب خوب نبود، از اولش من میخواستم بیام بیرون، در واقع تو مرحله دینایال یا انکار هست. یعنی مرحله اول داره میره رابطه رو عوض کنه، یه چیز دیگر رو جایگزین میکنه. برای همین بعد از مدتی میبینه که سایه رابطه قبلی هست، یا اون فرد وقتی برگشت این میره دوباره توی اون رابطه، یا یه چیز ناتمامی هست که میخواد تمومش کنه. هر مرحله ای کامل شدن خودش رو میخواد، هر چرخه‌ای باید کامل بشه، هر رنج از دست دادنی و هر از دست دادنی باید تجربه کامل شدن خودش رو داشته باشه تا ما بتونیم به مرحله بعدی حرکت کنیم. در نتیجه آگاه باشیم به این قضیه و بدونیم که برای ورود به مرحله تازه باید این چرخمون رو کامل کنیم و از رنجمون کامل بگذریم و به پذیرش کامل برسیم. و در خیلی از موارد به پذیرش رسیدن تازه شروع درمان هست. یعنی مثلا اگر من یک بیماری رو دارم تجربه میکنم، اگر من یک از دست دادنی رو تجربه میکنم، به محض اینکه دیگه رسیدم به پذیرش، تازه این قسمت من از اون رنج گذشتم، الان باید برم برای خودم کاری بکنم، الان باید برم پیش تراپیست برای اینکه حالا چیکار کنم که حال خودم بهتر بشه. یعنی تازه اون پذیرش اون رنج بعد از اون مرحله خوب شدن حال خودم هست. تازه اینجا من پذیرفتم که این زخم روی دستای من هست، حالا باید برم اون زخم رو درمان کنم. در نتیجه رنج و از دست دادن با توجه به شخصیت ما
با توجه به فرهنگ ما، با توجه به میزان عمق و شدت رابطه که با اون فردی که از دست دادیم یا چیزی که از دست دادیم داشته باشیم، این میتونه تأثیر بذاره روی دوره‌ای که ما از به پذیرش این رنج و از دست دادن برسیم. طبعا میزان خودآگاهی ما و میزان خودشناسی ما میتونه کمک کنه به اینکه این مرحله رو سریع‌تر بگذرونیم. اما بعد از اینکه به مرحله پذیرش از دست دادن رسیدیم، به خاطر داشته باشیم که اون زمان باید برای درمان این زخم کاری بکنیم. اون زمان دوباره وقتی هست که شما میتونید به یه متخصص حرفه‌ای مراجعه بکنید تا بهتون کمک بکنه به زندگی عادی برگردید. عاشقتونم و تا ویدیوی بعدی.